بسیار عالی. چطوری؟ خوبی؟ خیلی مفتون. خودت خوبی؟ چه خبر ها؟ اوضاع خوبه؟ قربونت. چت معرفی میکنم، امیر کینگ ای ای، بیسیست من، پشت صحنه قضیه، اونی که خیلی اسمش نمیاد ولی خیلی کار انجام میده. من همش هی میگم عرفان داد، هی میگم جناب کاشانی. پشت صحنه داستان امیر کینگ ای ای نمیگیم. خدا رو شکر من بالاخره موقعیت پیش اومد با امیر براتون صحبت بکنم. امیر کینگ ای هم بشناسید که در واقع تایتلش میشه منیجر تیم وینتربر، و چون کلن درفت 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، حالا یه 5 دقیقه از درفت هم میتونم بدوزم اگه خودت نخوای بری. قبل از هر چیزی امیر، هم خیلی خوشحالم که بالاخره یه جوری گیره تاوریم صحبت کنیم. میخوام ازت بپرسم که منیجر وینتربر الان امیر کینگه، قبل از هر کسی چیه منیجر، چی کار میکنه؟ اصلا خیلی ها نمیدونن منیجر اصلا چی هست. خیلی ها فهم که هم پدرام منیجر تیمه. ببین، پدرام سی او اونره، یعنی تیم وینتربر مالک اصلیش مالکش میتونه پدرام کاشانیه. بله بله. و توی تصمیم گیری ها قاعدتا تصمیم گیری های خیلی بزرگتر پدرام تصمیم میگیره، و تقریبا میتونم بگم هر چیزی خارج از فضای گیم، توی تورنمنت ها، تو ویزا، هر چیزی به من مربوط میشه. و زمانی که پلیری نیاز عوض بشه، بخشی هم از اون به عهده منه، یه تصمیم مشترکیه که حالا همه یه تیم ها شاید اینطوری نباشن، ولی توی وینتربر برای مثلا عوض کردن پلیر یه تصمیم مشترک بین کوچ، تیم منیجمنت که من و پدرام میشیم، و کاپیتان معمولا یا پلیرها دیگه. از تسکای روزانت هم خیلی درگیری، مثلا از ریستریناش هم بگو چی کارا میکنی، مثلا هماهنگی ها رو تو انجام میدی؟ نمیدونم. ببین خیلی، ببین چون مسابقات رسمیه، خیلی داکیومنت ها هیبت فایل بشه، خیلی امضاها باید جمع بشه، چه میدونم این کدا رو گرفتن، خیلی به اینجا فعلا مشغول این کارای به قول معروف کاغذبازی هاییم و بوک کردن میتونه پرکتیس روممون باشه، چون اول که اومدیم بوتکمپ نداشتیم. یعنی ما 14 فوریه که 25 بهمن اومدیم نداشتیم بوتکمپ، باید یه محیطی رو پیدا میکردیم که بچه ها بتونن تمرین کنن، رو اونا داشتیم کار میکردیم. خدمت تارز هم که پرواز لیمی دیلی خورد، اونو باید هندل میکردیم. میدونی هر چیزی میتونه باشه، صرفا مثلا اینطوری نیستش که مثلا اسکریم چیدن فقط باشه. یا همین اسکریم چیدن و اینا رو آخه بچه‌ها نمیدونن خیلی ها. اگه بچه‌ها نمیدونی، من حالا چیزی که خودم میدونم، تسکایی که تازه امیر نگفت، تمام هماهنگی تمرین‌های بچه‌ها، ساعت بچه‌ها، اینکه با چه تیمی تمرین کنم، منیجرشون با منیجر اونا بعد ارتباط بگیره، نمیدونم هماهنگی اینکه بچه‌ها تو کدوم اتاق هستن، نمیدونم کجا تمرین میکنن، بهشون بوت کمپ دادن یا ندادن، نمیدونم تمام بلیط‌های بچه‌ها رو امیر پیگیری کرده گرفته. یه سوالی هم که خیلی ها این وسط پرسیدن، حالا کار هماهنگی بلیط، ویزا، ایمیلایی که میاد، اینا همه رو، کانتاکتایی که اصلا اینوایت بشن به تورنمنت قبول میشن یا نه، همه مکاتبه هاش کار امیره و خیلی کار هم حساس و هم زیادیه. یعنی قشنگ یک نفر کامل میخواد تو این پوزیشن به عنوان منیجر که همین کار رو انجام بده. الان امیر اینا رو نگفت، من بهتون بگم که یه عالمه کار انجام میده، و حالا خوشحالم که داریمش. ببینین دیگه، پشت صحنه وینتربر فقط 5 پلیر نیستن، اونور یه عالمه آدم دیگه هم دارن. ما داریم اینجا زحمت میکشیم خلاصه. آره ما داریم اینجا زحمت میکشیم. آره، هر چی نتیجه بگیره، حالا دیده شدن یا نشدن خیلی مهمه. صحبت بلیط شد، میخوام ببینم هزینه های بچه‌ها. خیلی سوال پرسیدن که آقا الان شما با هزینه خودتون رفتین اونجا، اونجا خورد و خوراک چطوریه، بلیط چطوریه، هتل چطوریه، اینا هزینه هاتون چطوریه؟ خب من یه توضیح کلی پس میدم که تمام سوالا رو فکر میکنم بتونم جواب بدم. ایوه. Organization Games of Future به طور کامل هزینه بلیت رفت و برگشت، هزینه مدت زمانی که اینجا هستیم، هتلمون رو بحبه، به اضافه صبحانه، نهار، شام رو میده. مضافه بر اون هزینه حمل و نقلمون به مکانهایی که برای تورنمنت ضروریه، اگر بریفینگی باشه، جلسه ای باشه،
اگر بریم مثلا نیاز باشه واسه یه مسابقات، چون سالن مسابقات اصلی بعد از گروهی یه اکسپوی مثلا 40-50 کیلومتر بعد شهره، همه این هزینه ها با اونهاست و یه سری حالا تهیه و تدارکات دیدن واسه همون تور داخل شهری یا همچین چیزایی به همون دادن برای بعد از تورنمنت. جان بعد از تورنمنتون تور اینا رو میبرن؟ ببین حالا این که بعد از تورنمنت باشه یا کی باشه رو هنوز به همون نگفتن، تا حالا که نگفتن آپشن رو دادن. آها آپشنشو دارین، چه جاله. آره پس هزینه ها کامل اونه، فقط شما هزینه های دیگه ویزا و اپلای کردن و چیزای خودتون از سمت ایران. ما ویزا هم حتی نیازی به مبلغ نداشت. آها. یعنی بر ویزا هم فری هستش واسه ایران. البته اینطوری ها، یه نکته جالبی هم بود واسه من، واسه ایران ویزای روسیه که میخوام بگیرن به صورت مجانیه، ولی مثلا بچه های ترکمون اگه اشتباه نکنم 25 یا 50 دلار دارن. پس اونم خیلی نبوده درده مثلا 50 دلار اینا. آره. هزینه اپلایش هم زیاد نبوده. فقط اون که بعد شما دو روز اول که بوتکمپ نداشتین تا هماهنگیاشو انجام بدی، تو خود هتل بهتون بوتکمپ دادن سال اول و اینکه اونجایی که تمرین میکردین کجا بود؟ گیم سنتره بیرون هتل بود، اون دیگه با هزینه خودتون بود؟ ببین بوتکمپ الانمون توی هتله. آها. الان بوتکمپی که داریم توی هتله به هزینه خودشون. ولی چون یکی دو روزی که واسه ما گرفتن قبل از موعد بود، این هزینه بوتکم رو متحمل نمی شدن. یعنی هزینه اون دو روزی که ما از گیم سنتر منظورته؟ آره فوروارد گیمینگ به اصطلاح بهش میگفتن رفتیم، اون هزینه هاش با خودمون بود، ولی یک اسیستن که اتاشی بهش به اصطلاح میگن کلن از بچه های دانشجوی همین شهر استفاده میکنن که چون چیز خیلی خوبی هم باشه. آره زبانشون هم بهتره. آره آره خب هم توی پروگرام های مثلا دانشگاهشون کمک میکنه، هم خدمت آرزم که خودشون تجربه های جدید یاد میگیرن از اونا استفاده میکنن، ولی خب بهشون پول نمیدن، به صورت مثلا داوطلبانه است. یه نفر از اونا 24 ساعته به قول معروف در اختیار ما هست، هر زمانی که بخوایم، هر کاری که بخوایم، اگر تاکسی نیاز داریم بگیریم واسمون میگیره. حتی هماهنگی خیلی از کارها، چون خیلی انگلیسی بلد نیستن خیلی جاها، به عنوان حتی ترنسلیت هم میاد با هم. خب بعد هر تیمی یه دونه اسیستنت اینجوری داره که راهنماییشون کنه اگه خواستین. مثلا حالا شما که نمیدونستین گیمت نزدیکترین گیمت کجاست، اینو اسیستنتتون بهتون کمک کرده که آقا مثلا اینجا هست میتونید اینجوری برین، تاکسی احتمالا براتون میگیره، چون تاکسی ها اینا که قاعدتا زبانشون خوب نیست دیگه، همه هماهنگی ها. پس با شما هوا هم اونجا چجوری؟ خیلی سرده نه؟ یعنی کچل میگفت نفس میکشیم درد میگیره ریم. اصلا یه جاهایی از من داره یخ میزنه که نمیدونستم این قابلیت رو داره که یخ بزنه. یعنی اینطوری چطور ممکنه؟ با کوچ منیجر تیم بوم داشتم صحبت میکردم، اشتباه نکنم برزیله، خب اونا خیلی عادت دارن به هوای گرمتر. داشتیم با هم صحبت میکردیم در سری اینطوری بودش که اصلا چطور ممکنه یک حکومتی تو این هوا به وجود بیاد؟ چطور ممکنه یه ترایب اینجا زندگی کنه؟ آره دقیقا سیویلیزیشن چطوری به اینجا میرسه؟ اصلا چطور ممکنه؟ منفی 30 درجه خیلی سرده و باد هم میزنه، یعنی سرمایه فقط سوز هوا نیست، باد هم میزنه. اصلا یه چیز عجیب ترین چیزایی که تا حالا دیدم. ایول اینم از این. بعد امیر میشه به من یه، حالا الان خیلی از ایرانشو نمیخوام بگی، از وقتی رسیدین کازان تا الان دیلی برنامه‌تون چجوری بود؟ یعنی مثلا از مثلا دوستان روز اول مثلا چجوری ستل شدین، بعدش پیگیری گیمت کردین، بعدش نمیدونم مدیا دی بود، بس یه توضیح هم راجع به مدیا دی به بچه‌ها بدی که دقیقاً مثلا ایونت های مهم هر روزتون تا الان روز سوم چهارم اونجا این دیگه چجوری بوده، چه اتفاقایی افتاده تو این سه چهار روز؟ ببینم تارزم که اون شبی که ما اومدیم از خود فرودگاه، حالا یه توضیح کوچیک بدم، یه سرمونی خیلی کوچیک
برای معرفی کازان و روسیه داشتن، با هر رقص محلی حالا شیرینی های محلیشون رو بهمون مثلا نشون دادن، مصاحبه داشتیم. روزای بعدش به بیشتر کار که جا بیفتیم انجام شد، با هتل بیشتر آشنا شیم، جیم میخواییم بریم یا هر چیزی، و یه دیاده هم یه روز داشتیم و بقیه روزها کاملا تمرین بود. ولی اگر دوست دارید بیشتر راجع به این قضیه و اینکه چطور روزمرمون گذشت مطلع بشین، حتما حتما یوتیوب وینتربر رو فالو کنید. بله میذارم توی چت حتما. بله یوتیوب وینتربر که ولاگ‌های روزانه داریم، توضیحاتمون، اینترویو با پلیرهای خودمون و پلیرهای تیمای دیگه که اونجا بودن. بله 100% کلی کانتنت خوب و باحال می‌خوایم بگیریم. اگر بخواد که توضیح هم بدیم که چطور جوی داره، چون فکر می‌کنم اولین باره که توی تاریخ دوتا ایران تیمی به همچین جایگاهی رسیده که تورنمنت 1,000,000 دلاری، حالا صرف جدا از مبلغ جایزش، یه تورنمنت به این سطح از تیم ها و حرفه‌ای بودن استاف اومده باشه، و من فکر میکنم این چیزیه که خیلی میتونه تجربه خوبی باشه. این بلاگ ها، این توضیحات واسه کسایی که دوست دارن یه روزی مثل مایکی، مثل کچل بیان تو همچین جایی، یه خورده با فضا آشناشن، ببینن چطوریه. آره فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. پس دیلی ولاگ خواهیم داشت دیگه، که حالا خیلی چیزتر انجام بدن، چون درف شروع شده و میدونم تو هم حالا باید بری پیش بچه ها. من اگر بعد از گیم یک باز شد، اگر تو بودی که با خودت، اگه نبودی سعی کن با پدرام صحبت کنی، با پدرام یکیتون هر کدوم در دسترس بودی من یه ویدیو کال داشته باشم دوباره سوال بچه‌ها رو بپرسم. الان من خودم مثل سگ استرس دارم برم ببینم بچه‌ها دارن درفت چیکار میکنن. خیلی هم خوشحال شدم با حرف زدم، کاش حتی زودتر آفلاین هم با حرف میزدم، ولی خب انقدر درگیر بودین دیگه نمیشد دیگه. منم درک میکنم. آره یه مقدار سخت اینجا بخوایم به همه کارا برسیم. نه درک میکنم، ولی به محض اینکه تونستی حتما اینور بیا، من تلگرام بهت مسیج میدم، اگه اویلیبل بودی بیا همینجا با هم دیسکورد کال میکنیم و من دوباره توضیحات لن اونجا رو به بچه‌ها بدم، که دیگه امیدوارم این دیگه عادی شه از این به بعد، دیگه این چیزا لن برا ما همینجوری 100 بار اتفاق بیفته و شما از همیشه موفق تر باشی. اشمعنی امیر جون میبینم دیگه، موفق باشیم. برم من ببینم درفت چیکار میکنم با کست آنالیز پیمان اونور. سوشال میدیای وینتربرم براتون خواهم گذاشت که فالو بکنید دیگه. اشمعنی امیر فعلا صحبت میکنم. چاکریم، خدافظ. خدافظ.